آبگینه اقیانوس چشمانت، در اشک پرده های حضور پوشیده است. سپهر آینه ها را در دل داری، و ما را در چشم براهی یک نگاه، در حجم پروازی از تاب و تب حسرتناک باقی نهادی. قاعد یک تا نشین لحظه هایی و علیوار سکوت شیشه ها را با عصمت بی انتهایت پیوند می زنی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه راویان حق در خدمت شما هستیم و بحث ما در رابطه علامه بزرگوار شیخ بهایی بود. دیگر بی خانمانی اهل حضور، دیگر دلتنگی تمام کوچه هایی که بی تو غروب کرده اند، دیگر از عشق های تمامی کودکان در اندوه، دیگر از تمام یاد هایی که هنوز با ذکر تو زنده اند، زنده بادای لحظه ای که تو یا ابا صالح، مولای ابا صالح، مولای ابا صالح، مولای ابا صالح. دارم به رساترین ترانه باران میرسم، دارم از دیگر شب صبورترین، دیگر روزگار دشوار نجیبترین مردمان اهل درد به باور باریدن باران نور میرسم. اینجا دارند کلمه ظهور را برای رها شدن از هرچه غیر من است مشق میکنند. برخیز تا قرار بگیرم، برخیز تا قرار بگیرم، تا از درون شرار بگیرم، از غیب کوس عشق براید، محبوب از حجاب دراید، خورشید پشت ابر نماند، دوران انتظار سراید. آثارش رو شمعی از آثارش رو توضیح دادیم، کتاب های مختلفش رو یکی یکی گفتیم و بعضی از اونها رو بحث کردیم و الان مطلب ما در رابطه با اساتید شیخ بهایی، به هر حال کسی که جزء کسانی است که تو علوم مختلف صاحب نظره، اصلا کلی علوم زمانه خودش رو بلده و حرف برای گفتن داره، از اونجایی که کتاباش رو در باب فقه و حدیث و ادبیات و ریاضی و طب و نجوم و مهندسی اینا ما گفتیم و بعضا باز هم ادامه داره توضیح میدیم، ولی این شخص باید اساتید خیلی خوبی داشته باشه و همچنین شاگردانی که توسط ایشون پرورش پیدا کردن. اساتید ایشون، اولین استادش پدرش هست، شیخ حسین ابن عبدالصمد پدرشه، که ایشون شیخ بهایی فقه و اصول و تفسیر و حدیث و ادبیات عرب رو نزد پدرش یاد میگیره. ریاضی و کلام رو پیش قاضی مولا افضل قائن یاد میگیره و منطق و کلام و معانی و بیان و فن بیان و ادبیات عرب رو نزد عبدالله ابن حسین یزدی شهابادی ایشون فرا میگیره.
از دیگر اساتیده شیخ عبدالعالی کرکیه، سال 993 هجری قمری از دنیا رفته، از دیگر اساتیدش محمد باقر ابن زین العابدین یزدیه. از اساتیدی گشه گفتیم که شیخ پیش شخصیت هایی که اصلا شیعه مذهب هم نیستن بعضا نشسته و مطلب یاد گرفته، از جمله پیش شخصیت به نام شیخ محمد ابن محمد ابن محمد ابن ابی لطیفه مقدسی شافعی که سال 993 از دنیا رفته، پیش این شخص صحیح بخاری یاد میگیره. از اون جایی که یک عالم شیعه مذهب، اصلا یک محققی، کسی که میخواد در باب دین و مذهب تشیع صاحب نظر باشه و بتونه حرف بزنه و مخالفین رو جواب بده، بعد به کتاب های اون هم احاطه داشته باشه. این نیست که ما بیان فقط وقتی که میخوام بحثی را داشته باشیم یا حرفی رو اثبات کنیم فقط به کتب شیعه ارجاع بدیم. این یه بخشه، ولی مهمتر از اینه که از کتاب های خودشون استفاده کنیم و جواب های خودشون رو بدیم. اینه که شیخ بهایی همچین کاری میکنه و صحیح بخاری رو پیش شخص شافعی مذهبی یاد میگیره. و یکی از اساتید خیلی خوب شیخ بهایی عماد الدین محمود نتاسی شیرازیه که شیخ بهایی علم طب رو پیش ایشون یاد میگیره، که این عماد الدین محمود نتاسی شیرازی طبیب شاه طهماسب، طبیب مخصوص شاه طهماسب به صفحه جزء مشهورترین پزشکای ایرانه. این اساتید چندی از اساتید شیخ بهایی بودن که در اینکه شیخ بهایی بشه یک نابغه خیلی اثرگذار هست. شاگردان شیخ بهایی هم شاگردان خیلی مبرز و خیلی شاخصن. محسن فیض کاشانی یکی از شاگردان شیخ بهایی، محمد تقی مجلسی اول یکی از شاگردان شیخ بهایی، اینا جزء کسانی هستند که واقعا خودشون بعدن جزء بزرگترین علمای تشیع دوازده امام میشن. و هماره حامیان ولایت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام مثال چراغ‌های فروزان تاریخ هستند که تا ابد می درخشند و اینانند همان راویان حق. شیخ بهایی همزمانه با علامه بزرگ و میر فندرسکی که ما انشاءالله به شرط حیات و توفیق در ارتباطشون هم صحبت می‌کنیم، جزء یکی از علمای بزرگ مکتب تشیع هست. همزمانه با شیخ بهایی و خب مراوداتی دارن، صحبتایی دارن. این میر فندرسکی خودش جزء اون شاخص ها هست. حالا درسته که ما شخصی مثل شیخ بهایی رو علامه میدونیم، یک نابغه میدونیم و در ارتباطشون از بس به علوم مختلف احاطه صحبت خیلی زیادتر میشه، ولی خب میر فندرسکی هم جزء اون شخصیتایی که در زمانه خودش خیلی جزء شاخص ها هست، جزء اون کسانی هست که مکتب تشیع بهش افتخار میکنه. از جانب در ارتباط میر فندرسکی گفته میشه که یه روزی یه نفر بهشون اعتراض کنه که چرا شما معاویه رو لعنش میکنین، معاویه رو سبا لعنش میکنین، معاویه خال المؤمنینه. از اون جایی که ام حبیبه دختر ابو سفیان زن یکی از زنهای حضرت رسول هست، اینه که برادرش که معاویه بشاره ایشون هم خال المؤمنین، دایه مؤمنین میدونن، اهل مخالف. وقتی اینه که میفهمید که خیلی جالب میگه که آیا معاویه با امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب تو جنگ صفین جنگ کرد یا نه؟ میگه بله. میگه آیا کسی که با خلیفه زمان خودش به جنگ حکمه چه میگه؟ خب کافره، این دشمنه. میگه اگر امیرالمومنین اسم بدن که گردن این کافر رو بعد بزنی تو چیکار میکنی؟ میگه خب میزنیم. میگه خب تو چه جور جایز میدونی زدن گردن یه مخالف رو، زدن گردن یک دشمن هست علی رو، ولی سب و لعنش رو جایز نمیدونی؟ و بحث خیلی شدیدی انجام میده و خیلی قشنگ دفاع میکنه از سب و لعن دشمنانه اهل بیت. یا گفته میشه در کرامت میر فندرسکی ایشون اونقدر به قول معروف در درگاه خدا مورد قبول که بدنش کیمیا بوده، اگر فلزه بی مقداری به بدنشون بزدیم طلا میشده. حال در وصفه ایشون گفته میشه خیلی انسان بزرگ و ایشون هم عصره با شیخ بهایی. و داریم که یه زمانی خیلی خیلی این مطلب جالبه، توی سفری این دو نفر با شاه عباس
به منطقه‌ای دارن میرن. بعد میرفندرس که همراه با شاه عباس جلو داره میره، شیخ بهایی هم سواره بر مرکبش عقب میان. بعد شاه عباس میاد و به میرفندرس که میگه که عجب این شیخ بهایی عجب آدم تنبلیه، نمیتونه این مرکب خودش رو درست ازش سواره بیجه و به ما برسه. میرفندرس که خیلی قشنگ میگه، میگه که آخه شیخ بهایی منبع و معدن علمه، اونقدر سنجینه، اونقدر علمش جرانه که این مرکبش نمیتونه این علم جران رو بچشه، این علم سنجین و این نابغه رو بر روی خودش حمل کنه. لذا اینه که آروم آروم میاد، اشکال از مرکبشه، نمیتونه این بار جران علمی رو بچشه. بعد شاه عباس یه مقدار میاد عقب تر، میره پیش شیخ بهایی میگه که در تو میفهمی، میگه که عجب انسان مغروریه، مثل پیغمبر داره اون جلوتر از ما حرکت میکنه. وقتی اینجا شیخ بهایی میگه، چقدر زیبا میگه، شیخ بهایی میگه که میرفندرس که تو سینش پر از علمه، علوم مختلف رو مخصوصا علم اهل بیت در سینه خودش نگه داشته، لذا مرکبه او خوشحاله که یه همچین شخصیتی رو داره حمل میکنه، لذا از روی خوشحالی داره هی به قول معروف جست خیز میکنه و جلوتر از همه داره میره. وقتی اینجا شاه عباس خیلی افتخار میکنه که مشابهنه شخصیتی هستن که در غیاب هم دیگه اصلا یک ذره حسادت نسبت به هم ندارن، و وقتی که یه صحبتی میکنه برای امتحان کردنش و اینا سر بالا از امتحان میان بیرون و بدون اینکه همدیگه رو تخریب کنم در فضیلت همدیگه صحبت میکنن. اینا شخصیتی هستن که کنار شاه عباس هستن. و یه روزی توی گفتن نوشته میشه توی کتاب مختلف که توی کاخ هش بهش وقتی این دو نفر نشستن از قسمت شیرخانه، اون قسمتی که شیر و حیوانات مختلفی رو نگهداری میکنن، یه شیری زنجیره خودش رو پاره میکنه و وارد این کاخ میشه. و خب این دو تا عالم نشستن، شیخ بهایی یه مقدار حذر میکنه عبای خودش رو یه خودش میکشه، ولی میرفندرس که بدون هیچگونه حرکتی سر جای خودش نشسته و از اونجایی که ما روایت داریم که شیر از اونجایی که ولایت امیرالمومنین بر کل عالم هستی داده شده و خب انسان ها به عنوان اشرف المخلوقین، به عنوان بهترین مخلوق خدا، خب خیلی هاشون قبول کردن، خیلی هاشون به واسطه دشمنی خباثت قبول نکردن، ولی این ولایت بر همه وارد شده، بر همه مخلوقات از جمله حیوانات، و گفته میشه که شیر ولایتش از همه حیوانات قوی تره. اسدالله یکی از القاب خود، القاب امیرالمومنین شیر خدا، یکیش همینه که شیر ولایتش از همه قوی تره. لذا گفته میشه که شیر هیچ وقت شیعه واقعی امیرالمومنین رو اذیت و آزار نمیکنه. اینجاست که میگن که این شیر میاد یه تابی میزنه و از اون قصر میره بیرون میگیرندش، و تصویرش هم هست حتی تو تخت فولاد تو قسمتی که منصوب به میرفندرس چی، تصویر شیخ بهایی و میرفندرس و اون شیر کشته شده. این مال زمانه یه که شاه عباس واقعا از اون جایی که خودش یک شخصیتی هست که خیلی حاذقه، جزء سلاطینیه که خیلی باهوشه، خیلی درایت داره، ولی از مشاورینی خوبی مثل میرفندرسچی و شیخ بهایی استفاده میکنه. در رابطه با شیخ بهایی گفته میشه که ایشون تو 75 سال عمر خودش با 4 تا از سلاطین صفوی هم عصره. از اون جایی که ورودش در اوان طفولیتش 10-12 سالشه که حکومت شاه طهماسب درک میکنه، بعد حکومت شاه اسماعیل دومه 1 سال حکومت کرده، بعد از سلطان محمد خداوند از 11 سال حکومت کرده، و نهایتاً شاه عباس اول و شاه عباس کبیر هست که بیشتر مدت عمر خودش شیخ بهایی در زمان شاه عباس کبیره که در اصفهان داره زندگی میکنه و خدمات زیادی هم به مکتب تشیع و شاه عباس کبیر داره. در رابطه با همکاری شیخ بهایی با سلاطین صفوی خیلی ها خورده وارد میکنن، خیلی ها میخوان پایگاه شیخ بهایی را ضعیف کنن که از اونجایی که بتونن شیخ بهایی را ضعیفش کنن پایگاه شیعه رو هدف گیری میکنن، خورده میگیرن که ایشون با سلاطین صفوی رفت اومد داره. خب بله، چه اشکالی داره؟ سلاطین صفوی نعوذ بالله دشمن امیرالمومنین که نیستن، چه دشمن خدا چه نیستن، چه حالا به واسطه شاه بودنشون بعد چی کار کرد؟ خواجه نصرالدین طوسی وقتی که هولاک خان مغول به ایران حمله میکنه چی کار میکنه؟ هولاک خان مغول همکار در رکاب هولاک خان مغول، برای اینکه به واسطه نفوذ کلامی که داره از خوی وحشیگری هولاک خان مغول کم کنه،
خب این خیلی عالیه، چقدر انسان به واسطه این نفوذ کلام خواجه نصیر نجات پیدا میکنن، به واسطه درایت خواجه نصیرالدین طوسی و علامه هلی شاگردش هست که بعدن جانشینان هلاک خان مغول شیعه مذهب میشن و باعث خدمات میشن به دور از اینکه دیگه انسان ها رو بکشن، خونریزی های علکی اتفاق بیفته و این نهایت هنری یک عالم شیعه مذهب و بسیار عالی. لذا یکی از کارهایی که حالا تازه سلاطین صفوی که هلاک خان مغول نیستن، که خونریز چه نیستن، که بلا تشبیه وحشی که نیستن، بی دین که نیستن، دشمن مولا و حضرات معصومین که نیستن، که یک شیعه دوازده امامیه حالا در مقام شاهانه. لذا اینه که شیخ بهایی به جای اینکه دوری از اینها بکنه در یک گوشه بشینه و مثلا چهار تا مرید برای خودش، نه، رفت و اومد داره، به شاه مشاوره میده و در پی مشاوراتش هست که ما میبینیم که زمان شاه عباس ایران در و کلا تشیع در اوج قدرت خودش داره به سر میبره و چقدر انسان به واسطه این حکومت و مشاورای شیخ بهایی و امثال ایشون میان و شیعه مذهب میشن. البته خود شیخ یه جایی صحبت داره که میگه از خشم پادشاه ظالم و جائر بپرهیز، چه خشم او ماننده خشم فرشته مرگ است، چه جان را میستاند و موجب هلاکت و نابودی حیات انسان میشود. البته جایی از همین ببینید صحبتش این هست که آقا خیلی نزدیک شدن به شاهانم خوب نیست و خودش اینو رعایت میکنه و بعد از اون جایی که بهش میگن که خب پس تو که این صحبت ها میکنی، پس چرا خودت به دربار رفت آمد داری، خب حرف میزنه و میگه که من مراوده با شاهان رو بلدم، من این افراط و تفریط ها رو بلدم که بچه جوری، ولی این حرف ها میزنن که به صورتی که خیلی از عوام نمیدونن، خیلی از عوام بلد نیستن و همیشه بعد یه اعتدالی رو رعایت کرد. یکی از مواردی گشت اینه که مصلحت ایجاب میکنه که شیخ بهایی با سلاطین صفوی رفت آمد داشته باشه، با اونها بتونه صحبت کنه، به دربارشون بره و بیاد. چرا؟ چون به واسطه یه رفت آمد شیخ بهایی با سلاطین صفوی هست که یاری زیادی به مردم مختلف میرسونه، به واسطه مشاوره شیخ بهایی هست که شاه عباس در لباس مبدل بین مردم تردد داره و از مشکلاتشون آگاهی پیدا میکنه. شاه عباس به خودی خود چه به همچین چیزی نمیرسه، بعد مشاوره بهش بدن، بعد ازش بخوان تو اینکه نوکر امیرالمومنینی، بعد مثل مولاد الگود مولاد مولا هست، بعد مثل ایشون رفتار که چیکار کنه، آقا بین مردم بچرخ، از مشکلاتشون آگاهی پیدا کن. خب اینا چی بهش بده؟ یه عالم بدینه بهش بگه دیگه، این عالم چه شیخ بهایی و این خب خیلی خوبه، این خیلی خوبه، دادرسی از مظلومان به واسطه همین رفت اومد این شیخ بهایی، مگر ایشون میتونه بره یه گوشه برای خودش زندگی کنه و یه زندگی حقیرانه ایجاد کنه و یه کرسی درسی و چهار تام دورش بریزند و، ولی خب این هست، ولی به واسطه رفت اومد با شاه مملکت خیلی ها میتونن دینشون رو نگهداری کنن، از فقر رهایی پیدا کنن، دادشون رو از ظالم بگیرن، اینها هست. و سومیش هم که میتونیم براش ایشون نامه بریم، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی اینکه ایشون میتونه با رفت اومد چرن با شاه ایشونو سه بار دعوت کنه برای زیارت به مشهد مقدس، هر سه بارش هم پای پیاده، شاه ایران پای پیاده بره مشهد مقدس رو زیارت کنه، بره حرم سلطان علی ابن موسی رضا رو زیارت کنه. خب این به واسطه مشاوره دادن شیخ بهایی، چون پای پیاده رفتن شاه عباس خیلی مهمه، خیلی مهمتر از اینه که خیلی عادی آدمای عادی بیان این کارو انجام بدن. نظری که شاه عباس چه برای زیارت سلطان علی ابن موسی رضا با پای پیاده خیلی مهمه، از اونجایی که گفتی وقتی یه بزرگی یه همچین حرکتی انجام میده باعث تبلیغ میشه، تبلیغ خیلی وسیع میشه و اینا ما داریم، اینا ما خیلی وقت حس میکنیم، از اونجایی که اگر یه بزرگی یه صدقه یه جایی بده یه مکانی رو بسازه باعث ترغیب خیلی یادیه میشه که الگو برداری میکنه و همین کار انجام میدن. لذا وجود شیخ برای یه همچین خیلی مهمه، یه خیلی به درد بخوره. بله ما کتابایی داریم که از شیخ بهایی و برای سلاطین مختلف نمیشته و در اولش هم مدحشون رو گفته، البته مدح که آنها را مثلا عادل میدونه و خیلی جالب، مثلا حبل المتین رو وقتی مینویسه به اسم شاه طهماسب به صفوی مینویسه، یا کتاب خلاصه رو به اسم حمزه میرزا مینویسه، یکی از شاهزاده ها، یا مثلا کتاب الوتر وسقا یا جامع عباسی و رساله تحریم ذبایح اهل کتاب رو برای شاه عباس نوشته. خب اولش اینا رو بله حاکم عادل میدونه،
هاشم شیعه مذهب میدونه، ولی خب هیچ وقت نمیاد بگه آقا دودمان صفوی همه خوبن، که نمیاد بگه که دودمان صفوی از اول تا آخر همه علیه السلامن. نه، همون شاه مورد نظر خودش در اول کتابش ستایش کرده، مد گفته که آقا تو اجازه دادی همین کتابی تألیف بشه، هزینه نشرش رو دادی، خب این خیلی هم خوبه، هیچ مشکلی هم نداره. اتفاقا نهایت ادب شیخ بهایی و کلا علمای شیعه منیستونه.